حل ناشدن خط مرزی دیورند عامل تنش میان افغانستان و پاکستان. فرمانده عمومی ناتو در افغانستان میگوید که عملکردهای دو طرف تنش ها را بیشتر کرده است. و در دو رویداد جداگانه در شهر کابل و هرات 7 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. سلام، با برنامه خبری جهان در 6 خوش آمدین. امروز چهارشنبه 28 حمل سال 1392 خورشیدی است که برابر میشه به 17 اپریل 2013 میلادی. من شانا نورزاد ابراهیمی هستم. جنرال جوزف دانفورد، فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، میگوید موضوع حل ناشده مرزی میان افغانستان و پاکستان منبع تاریخی تنش میان دو کشور است و عملکردهای دو طرف این تنش ها را بیشتر کرده است. جنرال دانفورد میگوید پناهگاه های امن برای رهبری طالبان در پاکستان سبب شده که زمینه فعالیت طالبان بیشتر شود. در این حال وزارت امور داخله نیز میگوید که عامل ناامنی در افغانستان وجود هراس افغانان در پاکستان است. به نظر می رسد هر قدر به سال 2014 نزدیکتر می شویم، نگرانی مقام های غربی نیز نسبت به اوضاع امنیتی افغانستان افزایش می یابد. این بار جنرال جوزف دانفورد، فرمانده آمریکایی ناتو در افغانستان، به مجلس سنای آمریکا گفته است دلیل ناامنی در افغانستان وجود پناهگاه های امن هراس افغانان در پاکستان و جاهای امن در افغانستان برای این گروه است. مکانهای امن در افغانستان و پناهگاه ها در پاکستان به رهبری ارشد طالبان برخی از آزادی گشت و گذار و آزادی عمل را فراهم می کند. این پناهگاه ها زمینه آموزش جنگجویان و برنامه ریزی عملیات آنان را تسهیل می کنند. طالبان هنوز باور دارند که آیسف از افغانستان بیرون می شود و نیروهای افغانستان ضعیفند. به ویژه هنگامی که کمک های بیرونی را دریافت می کنند و از پناهگاه های خود در پاکستان استفاده می کنند، از افزایش قدرت نظامی مطمئن هستند. جنرال دانفورد گفته است امنیت به ویژه در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان یک موضوع مستقل است که نیاز به تلاش های سازنده میان دو کشور دارد. آقای دانفورد گفت که موضوع حل ناشده مرزی میان افغانستان و پاکستان منبع تاریخی تنش میان دو کشور است. عملکردها از دو طرف این تنش را شدید کرده و به گونه وسیع و از دست رفتن اعتماد ضروری برای یک روابط پرمعنی بین نیروهای نظامی هر دو کشور کمک کرده است. در همین حال برخی از نمایندگان مجلس میگویند که یکی از عوامل ناامنی در افغانستان رسمیت نداشتن خط دیورند میباشد. پدیدهایی که بر پاکستان زیاد انگیزه میده در داخل افغانستان مداخله کنه، یقینا این خط دیورند است. هیچ وقت ما باید کتمان حقیقت نکنیم. این هم به زبان دیپلماسی و یا به زبان سیاسی از سوی جنرالان، از سوی دیپلمات‌های خارجی، به خصوص از سوی آمریکا و انگلیس در اواخر گفته شده. وزارت داخله نیز میگوید که مشکل ناامنی در افغانستان ریشه در پاکستان دارد و حالا زمان آن است که باید جامعه جهانی هراس افغانی را در پاکستان هدف قرار دهد. مشکل اساسی ناامنی ها، بی ثباتی ها رب دارد به تمویل گروپ های هراس افغان و موجودیتشان در خاک پاکستان. این از مسائل بسیار عمده است که دنیا و به خصوص امریکا که یک متحد بسیار خوب بر افغانستان است، روی این موضوع باید بسیار توجه بکنند. دانفورد به نمایندگان سنای آمریکا همچنان گفت در مورد چگونگی آینده تعهد آمریکا به افغانستان نگران است و تأکید کرد که مهمترین شاخص تعهد آمریکا برای افغانستان امضای توافقنامه امنیتی میان دو کشور است و باید این نگرانی رفع شود. امنیت افغانستان پس از سال 2014 موضوعی است که هر از گاهی نگرانی مقام‌های غربی را در پی دارد. در حالی که ارتش پاکستان ادعا دارد که تنش‌های تازه مرزی میان کابل و اسلام آباد در نشست مقام‌های نظامی دو کشور به گونه دوستانه حل شده است، اما حکومت افغانستان این موضوع را تا کنون رد و یا تایید نکرده است. در این حال آگاهان امور سیاسی و نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند که پاکستان با این اعمالش تلاش دارد تا حکومت افغانستان را مصروف این گونه سیاست‌هایش بسازد تا انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور بازی دست طالبان شود. آنگاه این کشور به اهدافش در افغانستان خواهد رسید. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتری خبر. در حالی که ارتش پاکستان یک روز پیش در اعلامیه‌ای گفته است که مقام‌های نظامی افغانستان و پاکستان به روز دوشنبه در شهر لاهور پیندی برای حل تنش‌های تازه که به خاطر ایجاد تأسیسات این کشور در مرزهای افغانستان به وجود آمده است، به گونه‌ای دوستانه عمل کردند، اما حکومت افغانستان تا کنون برای تایید این اعلامیه واکنشی نشان نداده است.
خواستیم تا در این باره دیدگاه حکومت افغانستان را داشته باشیم، اما ریاست جمهوری و وزارت دفاع ملی با ما در این باره گفتگو نکردند. در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی به حل این تنش‌ها از سوی پاکستان باورمند نیستند. مقامات پاکستانی به آقای جنرال افضل امان نماینده افغانستان گفتند که ما دروازه ای را که ساخت و ساز کرده ایم او را ور می داریم و تا هنوز ور نداشتند. اما برای که او را تا هنوز ور نداشتند وعده کردند 11 پوسته دیگر که ساختن با اونا هیچ نوع تعهدی به افغانستان نکردند که ما ور می داریم و هرگز اونها را ور نمی دارند. اسوی هم شماری از نمایندگان مجلس میگویند که پاکستان با این اعمالش نشان میدهد که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور حتی حکومتداری افغانستان را نیز رهبری خواهد کرد. بدبختانه اگر چند دولتی که در افغانستان آمد فعالیت هم کرد، اینا هم اما هدف خود داشتن، نتونستن که در مرزهای افغانستان حداقل یک کاری بکنن که ما پس از اینکه نامبرایان دستاورد داشته باشیم. من فکر میکنم که اگر حکومت امی قوا ائتلاف که از افغانستان برایه، افغانستان دچار مشکل میشم. به نظر میرسد که دامن زدن تنش ها سوی پاکستان میان کابل اسلام آباد هدف های گوناگون را در برابر افغانستان دنبال میکند، چیزی که آگاهان امور سیاسی از آن سخن میزنند. این آگاهان میگویند که پاکستان از هر گزینه برای به قدرت رساندن گروه طالبان و به کارگیری این گروه برای عملی شدن اهدافش در کشور کار خواهد گرفت. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در یک نظریه حقوقی یگانه راه مسالمت آمیز قدرت و حفظ دستاوردهای 10 سال گذشته در کشور را برگزاری انتخابات دانسته است. این کمیسیون در نظریه حقوقی خود خواهان تصویب هرچه زودتر قانون انتخابات شده و بر ایجاد یک کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد اصل شایستگی و مورد اعتماد همه مردم افغانستان تأکید کرده است. در نظریه حقوقی این کمیسیون آمده است که انتخابات در زمان معین آن برگزار شود و هیچ بدیل دیگر به جز برگزاری انتخابات مشروعیت ندارد. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در یک نظریه حقوقی نمادهی تاکید کرده است که انتخابات آزاد، عادلانه، شفاف و عمومی یگانه راه دفاع از دولت و حکومت مشروع است. در این نظریه حقوقی آمده است که قانون انتخابات باید تصویب و انتخابات بر بنیاد آن برگزار شود و قانون مربوط به ایجاد کمیسیون شکایات های انتخاباتی نیز نافذ گردد. اگر با موادی که در این نظریه حقوقی درج است عمل صورت بگیرد، من متوقن هستم که ما شاهد یک انتخابات شفاف و انتخاباتی که تضمین کننده احقاق حقوق مردم ما شما باشه، ما شما شاهدش خواهد بوده. در این نظریه حقوقی نیز تاکید شده رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و ترکیب آن به گونه برگزیده شوند که اصل شایستگی، اعتماد و اطمینان لازم را در میان مردم با وجود آورد. همچنان تاکید شده که بر بنیاد قانون اساسی انتخابات در زمان معین آن برگزار شود و هیچ بدیل دیگر به جز برگزاری انتخابات برای انتقال قدرت وجود نداشته و مشروعیت ندارد. کشور ما یک کشور جنگ زده و بسیار آسیب پذیر است. باید از این تدابیر جدی در بخش‌های مختلف، چی از لحاظ سیاسی، چی از لحاظ موضوعات امنیتی و چی از لحاظ اکمالاتی ما داشته باشیم تا ما شاهد یک انتخابات شفاف، سرتاسری، عمومی و آنچه که در قانون درج است ما شاهدش باشیم. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بخشای از این نظریه حقوقی از سوی این کمیسیون عملی شده و بخشای دیگران در جریان عملی شدن است. کمیسیون مستقل انتخابات قبل از قبل متوجه از او است، او را در اکثر موارد تطبیق کرده و ما مصمم بایستیم که تمام زیرا کمیسیون مستقل انتخابات عملا انجام بده. این در حال است که آمادگی ها در پیوند به برگزاری انتخابات در کشور نهایی شده و رئیس جمهور کرزی بارها تاکید کرده است که آماده است تا پس از برگزاری انتخابات از قدرت کنار رود. دو انفجار جداگانه صبح امروز در کابل و هرات رخ داد. هرچند این انفجار در کابل تلفات را در پی نداشت، اما در هرات 7 تن کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های محلی در هرات میگویند که این 7 تن در حال کشته شدند که موتر حامل غیر نظامیان با ماین کنار جاده در ساحه زیرکوه ولسوالی شیندند برخورد کرده است. نظرالدین مسلح گزارش میده. ماموران در کابل امروز کار خود را با انفجار آغاز کردند، انفجاری که هیچ تلفات را در پی نداشت.
شاهدان عینی میگویند که ساعت 8:30 صبح امروز ماین هدایت شونده از راه دور که در داخل یک زباله‌دانی در مقابل بیمارستان استقلال شهر کابل جاسازی شده بود، زمان انفجار داده شد که کاروان نیروهای ریاست عمومی امنیت ملی از کنار این زباله‌دانی رد میشد. گلیم یک انفجار صدا کرد، نیم شیشه دکان مکل شور خورد. فضل خدا کس افگار زخمی چیز ندیدیم دیگه. اون دم ما اینو مشغول دنیا برده بود اونجا. اونم از اینجا دودش بر آمد. 6-7 متر از محل رویداد فاصله داشتم و چون دیدم ما بود دمی کسافت دنیا کسی ماین مانده بود. ساعتی پس از این رویداد مقام های محلی از انفجار دیگری در شهر هرات خبر دادند. آنان گفتند که 7 غیر نظامی در نتیجه یک انفجار در ولایت هرات کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد در حالی صورت میگیرد که موتر حامل غیر نظامیان در ساحه زیر کوه ولسوالی شندند ولایت هرات با ماین کنار جاده ای برخورد کرده است. متاسفانه که در اثر انفجار از این ماین 7 تن از غیر نظامی ها شهید میشن و 3 تن دیگر هم زخم برمیدارند و احتمال از این وجود داره، چون جزئیات کامل نشده، که در بین زخمیان حادثه کودکان و یا خانم ها شامل باشند. در این میان برخی از اعضای مجلس نمایندگان هشدار می‌دهند که ناتوانی نهادهای استخباراتی و امنیتی سبب می‌شود تا کمتر تضمین برای مهار کردن این گونه فعالیت‌های هراس‌افزارانه در کشور وجود داشته باشد. قرار است 5 هتل و رستوران در شهر کابل از سوی دولت بسته شوند. وزارت مالیه میگوید که این هتل‌ها و رستوران‌ها از 3-5 سال به این سو مالیه‌هایشان را به دولت نپرداختند و از پرداخت مالیه فرار کردند. از سوی هم به گفته رئیس مالیه دهندگان متوسط، مالکان برخی از این هتل‌ها و رستوران‌ها افراد زورمند هستند و شاید به همین علت دولت تاکنون قادر نشده تا مالیه‌هایشان را جمع‌آوری کند. وزارت مالیه نام 5 هتل و رستورانی که تاکنون مالیه هایشان را به دولت نپرداختند افشا کرد که بر بنیاد آن رستوران های بکیچو، روشن مارکوپولو و تالار های عروسی، ممتاز محل، قصر پاریس و شام پاریس از 3-5 سال مالیه هایشان را به دولت افغانستان نپرداختند. دوست لپاره موک عملا دری ورځې وخت ورکړی او د مطبوعات لاره ورته دری ورځې وخت ورکو تر څو خپل مالیات دغه 15 هتلونه چې د روشن مارکوپولو، ممتاز محل، قصر پاریس، شام پاریس او بوکیچو هوټل ندی دوی درشی او خپل اظهارنامه دی ډکی کړی او خپل مالیت پرداخت کړی. به گفته رئیس مالیه دهندگان متوسط، هر یک از این رستوران ها و هتل ها از 3-20 میلیون افغانی مالیه هایشان را نپرداختند. وی در برابر پرسش ما که چرا تا اکنون دولت قادر نشده است مالیه ها را از این هتل ها و رستوران ها جمع آوری کند، میگوید که مالکان برخی از این هتل ها افراد زورمند هستند. شاید اینا زور کار گرفته باشه یا مثلا ماموری برس یا ماموری مالیه را شاید اجازه نداده باشه که داخل سایش بره. مشکلات هست، یعنی اونم قدرت داره، با قدرت هستن. برای روشن شدن این موضوع می رویم در هر یک از این هتل ها و رستوران ها، اما هیچ یک از مسئولان آن حاضر به گفتگو با ما نمی شوند جز مسئول هتل روشن مارکوپولو. این فرد مسئول این هتل است. وی می گوید که تمامی مالیه هایش را به دولت پرداخته است. هتل روشن مارکوپولو که من به نمایندگیشان احمد بیژن رضایی صحبت می کنم، تمام مالیات خود 89 به قبل و تا به حال تمام اظهارنامه و تمام مالیات رو بار خود مکمل پرداخت کرده در این قسمت که اسنادش موجود است و وزارت مالیه میتونه تمام اسنادش رو چک کنه. اسناد رو بار، اظهارنامه و همه چیز موجود است. این در حال است که یک گزارش تحقیقی تلویزیونی یک نشان میدهد که در 9 ماه سال 1390 خورشیدی نزدیک به 9 میلیارد افغانی در 16,000 محفل عروسی هزینه شده و به گونه میانگین هزینه یک عروسی در شهر کابل از 100,000 افغانی تا 12 میلیون افغانی میرسد. کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی شمار از اعضای مجلس نمایندگان را نگران کرده است. این نمایندگان میگویند که برای بررسی عوامل کاهش ارزش پول افغانی، وزیران مالیه، اقتصاد و رئیس عمومی بانک مرکزی را به یکی از نشست‌های عمومی مجلس فرا می‌خوانند تا در مورد سیاست پولی و تدابیر گرفته شده حکومت با مجلس نمایندگان معلومات دهند. این در حالی است که اکنون یک دلار آمریکایی نزدیک به 55 افغانی در کابل تبادله می‌شود. شمار از اعضای مجلس نمایندگان با ابراز نگرانی از کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی میگویند که این موضوع سبب شده است تا بهای کالاها در بازارهای کشور افزایش پیدا کند. این نمایندگان عامل عمده کاهش ارزش پول افغانی را کم شدن کمک های خارجی، عدم موجودیت یک سیاست درست پولی و خروج غیر قانونی اسعار خارجی از کشور میدانند.
رئیس بانک مرکزی و وزیر مالیه خواب هستند. 12% ارزش پول ملی در ظرف 6 ماه آمده پایین. کارمندان دولت، کسانی که حقوق بگیر هستند، چه کنند؟ هر روز مراجعه میکنند. فاجعه کابل بانک دوباره تکرار شوه؟ و یک سوالی که ما درباره قضیه اصل کابل بانک داشتم تا امروزه، بعد از 2 سال هم ما نتانستیم جواب پیدا کنیم که اصل سرمایه کابل بانک چند بود؟ دولت افغانستان 1 دلار از 3 دلار تاوان داد. باید رئیس بانک مرکزی، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد به پارلمان خواسته بشن با طرح جامع از طرف حکومت و پارلمان ما بتونیم اقتصاد افغانستان ملی بسازیم و چگونه عوایدی که ما داریم این عواید در جمع بسازیم و یک برای تاجر خود مسئولیت داشته باشیم. در همین حال رئیس این مجلس تاکید میکند که موضوع کاهش ارزش پول افغانی را جدی میگیرد. موضوع بسیار مهم اشاره کردین، یک حتمی بتین سه میتونه میرسه از طریق کمیته رؤسا به عنوان یک اجندا بیاریم که تا سرش بحث شود در پایان یک مصاحبه داشته باشیم. با این حال بانک مرکزی سبب کاهش ارزش افغانی را تبلیغات منفی در مورد اوضاع امنیتی پس از سال 2014 میداند. تبلیغات بسیار زیاد منفی راجع به اوضاع امنیتی و ای که بعد از سال 2014 شرایط امنیتی افغانستان و اقتصادی افغانستان چی می باشه، این هم تاثیری داشته که در بازار معلوم میشه. ما ارتباط داره هم ذخایر. با باور نمایندگان مجلس با کاهش ارزش افغانی بهای کالاها به ویژه مواد خوراکی در کشور افزایش می‌یابد که بیشتر افراد نادار را متضرر می‌کند. رئیس جمهوری به یک پلیس که 2 پا و 1 دست خود را در جریان ماموریت از دست داده گفته است که هزینه تداوی او را ندارد. این پلیس که همکنون در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برد از ریاست جمهوری و وزارت داخله می‌خواهد تا به خاطر ساختن 2 پای و 1 دست الکترونیکی او را کمک کند. در این حال وزارت داخله می‌گوید این وزارت همواره در تداوی زخمی شدگان پلیس تلاش جدی کرده است. از همراهیتان به برنامه خبری جهان در 6 سپاسگزار هستم و از شما می‌خواهم تا بیننده برنامه مناظره کابل نیز باشین.